گردان های دوت پروانس تشنه آبند، نه گذشته خبری از بارندگی بود و نه بهار امسال. این تابستان 29 بخش در سراسر فرانسه درگیر خوشسالی هستند چرا که سطح آب از میزان نیاز کشاورزان پایین تر است. است خود دوست هم شرایط نامناسبی دارند. واضحه که اگه انتشار گازهای گلخانه ای رو محدود کنیم مطمئنا مشکلاتی مثل وقوع موج گرما و خشکسالی را هم محدود خواهیم کرد خشکسالی یعنی از دست دادن بارندگی اما احتمال وقوع با گرمایش زمین هم بیشتر میشه چون وقتی دما بره بالا تبخیر هم بیشتر میشه و همه چیز به آب بیشتری نیاز پیدا میکنه بنابراین ترکیبی از گرما به اضافه بارش نچندان زیاد داریم که این یعنی خشکسالی. این یک چرخ است که از یک سال به سال دیگه منتقل میشه و این نتیجه تغییرات اقلیمیه. این مزرعه 50 هکتاری در پیروغو واقع در 120 کیلومتری شرق مارسی گل آفتابگردان و خوراک دام پرورش میدهد. آفتابگردان چون در بهار کاشته میشه بیشتر آسیب ببینه. پرورش و کاشتنش هم سخته و برای داشتن آفتابگردان سالم باید دو دور آبیاری انجام بدیم و ممکنه قبل از برداشت به دو نوبت دیگه هم نیاز داشته باشیم. برداشت علوفه امسال بین 30 تا 50 درصد کمتر از پارساله. قلات هم کم و بیش همینطوره. در مورد آفتابگردان که زیان خالصه، برداشت اون ممکنه 20 درصد سالهای قبل باشه که با توجه به هزینه هنگفت آب عملا سودی باقی نمیمونه. فرانسه بزرگترین تولید کننده دوست در جهان است. کشاورزان میگویند موج گرمای شدید امسال باعث کاهش 50 درصدی برداشت خواهد شد. والنسول که به خاطر اسخودوست و ترافل هایش مشهور است، یک جاذبه محبوب برای گردشگران است که میخواهند در تابستان دشت های ارغوانی رنگ را نظاره کنند. امسال فرانسه تحت تاثیر امواج گرما قرار گرفته. اگر این وضعیت آب و هوایی ادامه پیدا کند کشاورزانی که آفتابگردان و دوست پرورش میدهند با چالشی جدی برای تولید محصولات خود روبرو خواهند شد در گزارش جدیدی که ژوئیه 2022 منتشر شد مدیر اجرایی آژانس محیط زیست بریتانیا هشدار داد که مقیاس از بین رفتن اکوسیستم های پیچیده طبیعی در انگلستان و به طور کلی جهان به حدی رسیده که میتواند زنگ خطری برای بقای انسان محسوب شود